از مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد، پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای مطهری سلام و عرض ادب. آقای مطهری، در رابطه با این حد که حرمت، اگر اطلاعات بیشتری دارین بیان بفرمایید و همچنین بفرمایید که راهکار پایان دادن به این گونه رفتار جسارت آمیز طالبان نسبت به مقدسات شیعیان چیه؟ بفرمایید. سلام و درود خدمت شما و سلام و درود خدمت کسایی که برای ما نمه سلام تقدیم میکنم. خدمت شما عرض شود، ما گزارش های را از مرز اسلام قلعه دریافت کردیم که متاسفانه از زائرینی که از زیارت کربلا آمدن به ایران و از ایران میخواستن سمت افغانستان بیاید، در مرز اسلام قلعه کیفای زائرین یا وسایل زائرین توسط نیروهای طالبان بازرسی میشه و در جمع وسایل زائرین اگر نهج البلاغه باشه، مفاتح الجنان باشه، همچنان زیارت عاشورا باشه و دیگر دعاها و همچنان کفنی و یا پارچه کفن در بین وسایل زائرین اونجا وجود داشته باشه، نیروهای طالبان در گام اول این وسایل از زائرین میگیره و دومن گزارش هایی را ما دریافت کردیم که این وسایل ها را در پیش چشم زائرین آتش میزنه و همچنان ما و شما در سال گذشته شاهد بودیم که ملا هبت الله رهبر طالبا به وزارت اطلاعات و به وزارت تحصیلات عالی طالبان و همچنان به وزارت معارف طالبان دستور داد که کتاب هایی که مخالفت با فقه حنفی داره، هدف چون کتاب های فقه جعفری بود که باید از کتابخانه ها، از مکاتیب، از دانشگاه ها جمع آوری شوه و همچنان ما شاهد بازنگری قانون دوباره ما سوی ملا هبت الله هستیم که در ماه های گذشته بار دیگه به وزارت تحصیلات عالی و همچنین به وزارت معارف طالبان دستور داد که بار دیگه کتابخانه‌های مکاتب دولتی و همچنان پوهنتون‌ها را بررسی بکنه، کتاب‌هایی که در مخالفت با فقه حنفی است میگه او کتاب‌ها باید جمع‌آوری شود که هدفشان کتاب‌های فقه جعفری در افغانستان است. و همچنان ما و شما در روزهای گذشته شاهد یه حکم از سوی ملا هبت الله به وزارت امر معروف طالبان بودیم که به اونا هم دستور دادن که باید از کتابخانه‌های شهر و حتی در چاپخانه ها هم نیروهای طالبان رفتن که مانع چاپ کتاب فقه جعفری در افغانستان شدن. روز به روز قانون‌های سخت طالبان بر مردم هزاره و شیعه در افغانستان گسترش پیدا میکنه و تنها راه حلش ایست که جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری، مخصوصاً سازمان‌هایی که به خاطر دفاع از حقوق شیعیان در جهان کار می‌کنه، در شرایط کنونی مخصوصاً شیعه افغانستان داره، اگر نهادهای حقوق بشری مخصوصاً نهادهایی که حامی شیعه در افغانستان در وضعیت کنونی سکوت بکنه، طالبان روز روز با تشکر از مرتضی مطهری، کارشناس مسائل سیاسی از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.